سلام به همه گیمرهای عزیز، به دومین قسمت از برنامه جویستیک خوش اومدید. توی این ماه کلی بازی خوب وارد بازار شده که ما هم میریم برتریناشون رو بررسی میکنیم، ولی قبل از اون یه آمار جالب که توسط سایت‌های معتبر منتشر شده رو بهتون بدم. 46% از گیمرهای دنیا الان دختران، که خیلی آمار خوبیه، و ژانر مورد علاقه‌شون بازی ادونچر و بازی استراتژیکه. در مقابل ژانر مورد علاقه پسرها بیشتر بازی شوتر و ورزشیه. خب بریم سراغ اولین آیتم این برنامه، باکس شات. این ماه یکی از اون ماهایی که گیمرها خیلی انتظارش رو میکشن، چون بازی های مهمی معمولا وارد بازار میشن. با هم بریم سراغ بررسی دوتا فوتبال اصلی بازار، PES و فیفا. امسال تو فیفا 19 کلی تغییر باحال اتفاق افتاده و شاید مهمترینش لایسنس شدن لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپاست، که حتی بهتون این اجازه رو میده تو بخش کیک‌آف هم تجربهش کنید. اما حالا که صحبت از این بخش شد، باید بدونین که اینجا به جز حالت کلاسیک همیشگی میتونین قانونای بازی رو خودتون انتخاب کنین و باحال‌ترین قسمتش هم سروایوول موده که بعد از هر گل اون تیمی که گل زده یه بازیکنشو از دست میده. بخش آلتیمیت تیم یکی از جذاب‌ترین بخش‌های فیفا برای پلیراشه که با یوزر اینترفیس بهتر، یه سری آیتم جدید و همینطور جایزه‌های هفتگی اونو خیلی بهتر از قبل کرده. یه سری نکته در مورد گیم پلی فیفا. الان میتونید برای دقایق مختلف بازی ترکیبای مختلف ست بکنید و همینطور یه شوت جدیدم به بازی اضافه شده که خب یه خورده تاکتیکی تر از قبله و گیم پلی بازی رو یه خورده سخت تر کرده، که خب محبوب طرفدارای فیفا همیشه هستش. خب این از فیفا، حالا بریم سراغ بررسی PES. سری PES چند سالیه که خودشو به رقیب همیشگیش نزدیک و نزدیکتر کرده، اما امسال بعد از یه دهه اونا قراردادشونو برای لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا از دست دادن. اما کنامی برای حفظ محبوبیتش چند وقته که با تیم بارسلونا قراردادی رو برای لایسنس کردن بازیکنا و ورزشگاه این تیم بسته و امسال هم کاور این تیم یه بارسایی به اسم کوتینیوه. یکی از نکات مهم برای PES گرافیک بالا و گیم پلی متفاوتش نسبت به فیفا بوده، که خب قاعدتاً طرفدارای خاص خودش هم همیشه داشته. توی این نسخه گیم پلی بازی و مودهاش مثل مستر لیگ، مای کلاب و رندوم سلکشن مچ خیلی تغییری نکردن، ولی چیزی که یه خورده ادیت کردن و یه خورده ریالیستیک ترش کردن داوری بازی بوده، که خب یه خورده توی این قضیه داره بیشتر شبیه فیفا میشه. خب این از بررسی فوتبالامون، بریم سراغ بعدی. Squaddy, the Imperial forces are on the move, heading for your position. Ready to engage. از اولین نسخه والکایرا کرونیکلز بودن 10 ساله که میگذره و نسخه چهارم بازی که ساخته کمپانی سگا تازگی وارد بازار شده. جالبه که بدونید انیمه و مانگا هم برای این وجود داره. با هم بریم یه تریلر ازش ببینیم. این بازی یه عنوان تاکتیکال رول پلیینگ و بیشتر از اینکه روی استراتژی تمرکز داشته باشه، تاکتیکای مختلفی رو به همراه یه سری اسکیل باحال برای هر کلاس فراهم کرده که بازیکن‌ها میتونن ازش استفاده کنن. گیم پلی بازی دو تا مود داره، اکشن مود و کامند مود. توی کامند مود شما میتونید نیروهای خودتون رو توی میدون جنگ هدایت بکنید و توی اکشن مود کنترل اونا رو به دست بگیرید. جالبه که بدونید یک کلاس جدیدن به نام گرینیدر به بازی اضافه شده، که شما میتونید با مورتار انمیای بازی رو بمبارون بکنید. بازی رو پلتفرم‌های PS4، سویچ، PC و Xbox One عرضه شده. بازی بعدی که رفتیم سراغش سربازان 8-bit که ژانرش RTS یا همون ریل تایم استراتژیه. ایرانیا اگه یادشون باشه جنرال یه زمانی خیلی بازی محبوبی بود و اینم دقیقاً توی همون سبکه. بریم یه تریلر ازش ببینیم. نکته جالب این بازی که تو تریلرم دیدین اینه که میتونین نیروهاتون و همینطور بیستون رو اونجوری که دلتون میخواد بسازین و کلی آپشن توی این قضیه دارین، و خب این قضیه توی کامبت بازی هم خیلی تاثیر میذاره. این بازی چون مالتی پلیر هم هست میتونه کلی براتون سرگرمی بیاره و تو پلتفرم‌های Xbox One و PS4 به قیمت $14.99 عرضه شده. Thank you.
توی هندزان این هفته میخوایم بریم سراغ استریم کردن آخرین ورژن توم ریدر که اسمش شادو آف دی توم ریدره، ساخته مشترک دوتا کمپانی کریستال داینامیکس و ایدوز مونترال. این بازی روی پلتفرم‌های PS4، Xbox One و PC منتشر شده که ما ورژن PS4 رو با هم بازی می‌کنیم. The cornice in the ground. Since then, 'tis centuries, and yet feels shorter than the day. By taking the key. همینجوری که میبینید چیزی که توی همه توم ریدارا خیلی مهم بوده و از قدیم هم توش استفاده میکردن گذاشتن محیطای خیلی بزرگه، مثل همینجایی که میبینید ارتفاع محیط، مغبره ها و کلن صخره ها و چیزهای طبیعی که توش استفاده میکنن خیلی بزرگن و این کمک میکنه به ساخته شدن یه بازی خیلی حماسی تر و کلن اپیک تر به قول خودمون. بریم یه خورده پلتفرمینگاشو ببینیم چجوریه. چیزی که توش همیشه توی همه توم ریدارا خوب استفاده کردن، لارا هم توش خیلی خوبه و طبق معمول همیشه هم هست، استفاده از گوشه گرفتن و به قول معروف این لبه های اجاره گرفتن و بالا رفتنه و خیلی این قضیه رو توش باحال در آوردن. من خودم احساس میکنم گیم پلیش که فوکس قضیه هم روی همین نکات پلتفرمینگ خیلی خوب در اومده. بریم یه خورده مکانیکای پلتفرمینگش رو بیشتر بررسی بکنیم. چیزی که از چند تا نسخه قبلی توی لارا کرافت اضافه شده به قضیه استفاده از همین چنگک‌هاه که خیلی به نظر من مکانیکای پلتفرمینگش رو بهتر به هم وصل می‌کنه. دابل جامپ و بالا رفتن که خب همیشه بود و همیشه هم هست و خوبم در آوردن. و همون قضیه استفاده از ایجا گوشه گرفتن. خب خوبه. این مکانیکش من توی نسخه قبلی به اون صورت یادم نمیاد. مکانیکی که قلابو بندازی بعد ازش تناب بکشی بیرون. این چیزیه که قبلا به اون صورت نبوده ولی توی این نسخه خیلی بیشتر استفاده دارن میکنن ازش. و خب مکانیک باحالی هم هست. من خودم با این ویوش خیلی حال کردم. این دوربین موقعی که میاد عقب ابهت تصویری که نشون میده و از اون خب اون اسکلته که اون بر در ورودی اون قاره است به نظر من خیلی باحاله. یکی از فیچرهای جدیدی که اکثرا تو همه بازیام استفاده ازش میکنن قضیه فوتو موده. بریم یه خورده با فوتو مود توم ریدر بازی کنیم ببینیم چیا توش هست. چیزهای خیلی باحالی داره. میشه فیلد آف ویو رو تنظیم کرد. میشه خب برایتنس و ساتوریشن و اینا رو تغییر داد. چیزهایی که کسایی که عکاسی حرفه‌ای میکنن خب خیلی حال میکنن با این قضیه‌ها. میشه فیلترهای مختلف روش گذاشت. چیز خیلی باحالی که داره میشه قاب برای عکس درست کرد. مثلا کسایی که میخوان یه خورده متنوع باشه عکساشون میتونن قابای باحال هم توش استفاده بکنن. یه قابلیتی که برای لارا گذاشتن و به نظر من این چیزی بود که من خیلی قبلا ندیده بودم، فیشال اکسپرشن لارا رو میشه عوض کرد. مثلا میشه مثل الان گذاشت رو اسمایل، مثلا میشه گذاشت رو هپی، بستگی داره که پلیر بخواد چه جور عکسی بگیره. اگه طرفدار گرفتن اسکرین شات تو بازی هستین و دوست دارین از جاهای باحال بازی عکس بگیرین حتما با فوتو مودش بازی بکنید. توی تریلرهای این بازی چیزی که روش خیلی مانور داده بودن جنگل این بازیه. اگه همونجوری که داریم میبینید از لحاظ نورپردازی محیط یه چیز حس مرموز بودن توش خیلی خوب درآوردن. اگه طرفدار بازی اکشن ادونچرین توم ریدر آخر از دست ندین. از لحاظ داستان، گیم پلی، محیط چیزی که شما رو حتما راضی میکنه. امیدوارم با هنزان این هفته حال کرده باشین. بریم سراغ بخش بعدی.
توی نوستالژی این هفته می‌خوایم بریم سراغ یکی از مهمترین کنسول‌های تاریخ بازی کامپیوتری. کنسولی که سال 1983 توی ژاپن با نام فامیکوم وارد بازار میشه و دو سال بعد با نام نینتندو اینترتینمنت سیستم یا NES وارد بازارهای آمریکا و اروپا میشه. ما توی ایران به این کنسول میگفتیم میکرو. بریم با هم بررسیش بکنیم. کنسول NES با فروش 62 میلیونیش تونست صاحبای نینتندو رو قانع کنه که سرگرمی‌های کامپیوتری هم میتونه سود خوبی داشته باشه. بازاریابی نینتندو از همون زمان قوی بود و اونا باندلای مختلفی از NES رو طراحی کرده بودن که هر کدوم بازیای خاص خودشو داشت. یکی از بازیای ساده اون دوران که خیلی ها باهاش خاطره داشتن داک هانت که باید با تفنگی پلاستیکی رو به تلویزیون تیر می‌زدین و مرغابیا رو شکار می‌کردین. بازی شاهزاده ایرانی یا همون پرنس آف پرشیا یه بازی خیلی قدیمیه که موفقیتش رو مدیون لول دیزاین قویشه. چون تونست با یه سری معما و تله‌های باحال و محدود کردن زمان بازی واسه نجات پرنسس کارو واسه حرفه‌ای هم سخت کنه. سیستم جون تو پرنس آف پرشیا با یه سری مثلث کوچیک نشون داده می‌شدن که اگه پلیر تو لول هم میگشت میتونست اونو یه سری گوشه‌موشایی پیدا بکنه. ولی گیم پلی پرنس رو به غیر از پلتفرمینگ خیلی سختش، کامبتش بود که خیلی پیچیده‌تر کرده بود. موقعی که پلیر وارد فاز کامبت و مبارزه می‌شد، جون انمی‌ها هم اندازه با جون پلیر بودن که خب یه نکته خیلی جالب و از اون ور نکته خیلی سختی بود. هیچ چیز دیگه در مورد پرنس، بنیانگذار این بازیه، بنیانگذار سری پرنس آف پرشیا که اسمش جوردن مکنره، کسی که همه ما ایرانی‌ها باید یه عرات خاصی نسبت بهش داشته باشیم. شاید یکی از آیکونیک ترین بازی‌های تاریخ سوپر ماریو براسی باشه که اولین نسخه‌اش همین نسخه است که موسیقیش، رنگ‌آمیزی بازی، گیم پلیش و کلاً نحوه استایل بازی چیزیه که تو خاطر همه ما مونده. دیزاینر بازی که بهش پدر گیم دیزاین میگن شیگرو میاموتوه که همه گیم دیزاینرها یه ارادت خیلی خاصی نسبت بهشون دارن. شیگرو دیزاینر ماریو و لژند آف زلدا بوده که جفتشون شروع کارشون از رو همین کنسول میکرو بوده. اگه طرفدار بازی رول پلیینگ یا به قول معروف RPG باشین، قطعاً با کمپانی بایوور آشنا هستین. کمپانی که سازنده سری محبوب دراگون ایج، ماس افکت، یه خورده قبل‌تر نایتس آف دی اولد ریپابلیک و همینطور نیور وینتر نایتس، کمپانی که استاد ساختن RPGه. متاسفانه نسخه آخر ورژن ماس افکت اونجوری که باید و شاید موفق نبود و کلاً منتقدا و مخاطبا خیلی از این بازی استقبال نکردن. ریویوهاش هم همچین بگینگی خیلی خوب نیست. بایوور تصمیم گرفت که یه بازی کاملا جدید بسازه، به قول معروف IP کاملا جدید درست بکنه که اسم این بازی انتمه. ما میخواییم توی این بخش بریم سراغ این بازی و بیشتر بهتون معرفیش بکنیم. بازی انتم برای اولین بار تو ایتریه 2017 معرفی شد. تو قلب این بازی دو هسته اصلی وجود داره که اولیش یه دنیای داینامیک و پر از فراز و نشیبه و دومیش هم داستان شخصیه که واسه خودتون میسازید. در واقع این دو نکته باعث میشه که تجربه بازی واسه هر بازیکن کاملا منحصر به فرد بشه. به غیر از مسائل مربوط به کامبت، پلیر میتونه به صورت سینگل یا مالتی توی دنیای بازی گشت و گذار بکنه و خب این تأثیر میذاره که بیشتر با داستان و بک‌گراند محیط آشنا بشه. ولی خب تو قدم اول مثل همه بازی‌های بایوور باید پلیر کاراکتر خودش رو بسازه و در حال حاضر تنها نژادی که معرفی کردن اسمش فریلنسره که هدفشون نجات تمدنشونه. بازی از جایی به نام فورت تارسیس شروع میشه که پلیر با کلی کاراکتری که قابل بازی نیستن یا به قول معروف NPC تعامل میکنه و اینا کمک میکنن به روند داستانی، چه توی کوئستای اصلی بازی چه تو کوئستای جانبی، و خب پلیر از این طریق هم با داستان بیشتر آشنا میشه، هم با شخصیت ها و هم با محیط های مختلف بازی. در کل به کلاس های انتم جاولن میگن که به صورت 4 تا بخش مختلفن. بخش اول بخش رینجره که گیم پلیش خیلی بالانسه، به قول معروف سولجره قضیه است. بخش دوم کالاسسه که یه جورایی حس تانکو داره، اسلحه گنده، سایز گنده، کلن زره های گنده ای داره. بخش سوم اسمش استورمه که یه جورایی مثل انجینیر قضیه است، کلن بخش خیلی مهندسی و تاکتیکالی داره. و قسمت آخرم اینترسپتره که قابلیت اصلیش مبارزه های تن به تنه.
با توجه به چیزایی که ما از انتم دیدیم به نظر گیم خیلی یونیک و باحالی میاد و فکر کنم بایوور از اشتباهات آخرین ماس افکت کلا درسای خوبی گرفته. بخش بازی ایرانی رو میخوایم با یه آمار خیلی جالب شروع بکنیم. توی ایران 28 میلیون گیمر وجود داره که نسبت به 2 سال پیش 5 میلیون بیشتر شده. خب خیلی نکته مهمیه. بحث گیمرها به کنار، توی ایران بازی‌سازای مستقل زیادی هستن که هر کدوم استایل و سبک خودشونو دارن. ما توی این بخش میخوایم بریم سراغ بلک کیو گیمز و بازی جدیدشون قصه 20. داستان بازی 20 از قصه جذاب و عاشقانه شیرین و فرهاد الهام گرفته شده و یه سبک اکشن ادونچر داره. گیمرها تو بازی نقش فرهادو دارن که باید کلی کارهای مختلف بکنه و به قول معروف کوئستای بازی رو یکی یکی بره تا داستانو جلو ببره. دوربین بازی قصه 20 به صورت ایزومتریکه و گیم پلی بازی رو 2 تا قضیه خیلی مانور میده. رو قضیه اکشن و رو قضیه اکسپلوریشن. پلیر میتونه با چالشایی که روبروشه، با زدن انمی ها، اکسپلور کردن، لول اپ بکنه خودشو و همه این چالشا یه استعاره از چالشای خود فرهاد تو داستان نظامی گنجه‌ایه که خب یه نکته خیلی جالبیه در مورد این بازی. مپ این بازی این قابلیت رو به پلیر میده که پلیر اکسپلور بکنه، جاهای جدید رو کشف بکنه، کوئستای مختلفی رو بره که خودش رو لول اپ بکنه و خب اینا میتونه بعداً روی اسکیل تریش تأثیر داشته باشه. یه خورده المان RPG هم توی بازی هستش. این بازی قراره بر روی استیم عرضه بشه و ما و ایرانی‌ها خیلی برامون جالبه که ببینیم استقبال جهانی نسبت به این بازی چیه. بخش اخبار این دفعه یه سری خبر داغ براتون داریم. برای اولین آیتم میریم سراغ مهمترین گیم سال، Red Dead Redemption 2 ساخته کمپانی راکستار. They'll probably hang you, buddy. این روزا خبرای مربوط به Red Dead Redemption 2 حسابی داغه و شرکت راکستار هم بالاخره وجود بخش آنلاین برای این بازی محبوب رو تایید کرده. نسخه بتای این بخش قراره که 18 نوامبر در دسترس همه قرار بگیره. Thriving outposts became towns and civilization was spreading rapidly into the huge wild and lawless frontier. شرکت سونی تو یه اقدام غافلگیر کننده یه دستگاهی رو به اسم پلی استیشن کلاسیک معرفی کرد که در واقع همون PS1 خودمونه و فرق اصلیش اینه که نصف سایز اصلیشه. این دستگاه یه پورت HDMI داره که به تلویزیون وصل میشه و رو حافظش 20 تا بازی کلاسیک PS1 و قیمتش هم با 2 تا دسته 100 دلاره. یکی از تلخ‌ترین خبرهایی که تو این چند وقت شنیدیم اخراج تمامی کارکنان استودیوی معروف تل تیل گیمز به جز 25 نفر بود و به نظر میرسه که تمامی پروژه‌های این شرکت هم متوقف شده و اونا تنها بازی واکینگ دد رو به سر انجامش میرسونن و این یعنی این که دیگه خبری از ادامه وولف مانگ آوس یا گیم آف ترونز نیسته. بازی نینتندو طرفدارای زیادی تو کل دنیا داره، مخصوصا وقتی که حرف ماریو میشه. بازی سوپر ماریو پارتی هم قراره که مهمون خونه گیمرها بشه و 80 تا مینی گیم باحال و رقابتی رو داره که میتونید با دوستاتون همشون رو امتحان کنید و ببینید که شانس کدومتون برای برنده شدن بیشتر از اون یکی.
تو نمایشگاه ایجیکس 2018 که تو شهر بیرمنگام برگزار شد، کلی بازی ایندی معرفی شدن که دوتاشون توجه خیلی‌ها رو جلب کرد. بازی اول اسمش این مسته که یه دنیای خیلی تاریک نشون میده و قرار بازیکن‌ها کنترل 3 تا کاراکتر رو در اختیار داشته باشن و حال و هواش مثل بازیای لیمبو یا اینساید. از اون ورم یه بازی دیگه به اسم داوزهوری مین نگاه‌ها رو به سمت خودش کشوند و جایی که قراره توش یه داستان هیجانی و ترسناک رو تو یه شهر کوچیک تجربه کنید و نور تنها راه نجات شما از این دنیای سرد و تاریکه. پازلای این بازی قراره که شما رو خیلی به چالش بکشه، پس خودتون رو حسابی آماده کنید. خب ما تو این برنامه کلی در مورد NES یا به قول خودمون میکرو سوپر ماریو حرف زدیم. تصمیم گرفتیم آیتم آنباکسمون هم در مورد سوپر ماریو باشه. آیتم کوئسشن بلاکش که یه چراغ برای دکور اتاقه. کسایی که طرفدار ماریو هستن قطعا با این خیلی حال میکنن. خب بریم آنباکسش کنیم. خیلی باحالی که داره این هم با باتری کار میکنه هم با USB. بعد صدای روشن خاموش شدنش هم قطعا در مورد ماریو باید باشه. خیلی باحاله. این دقیقا صدای همون ضربه ماریو موقعی که سکه ها رو داره میگیره. فکر کنم کسایی که طرفدار دکور اتاق گیمی باشن قطعا با این خیلی حال میکنن. امیدوارم با آنباکسینگ این دفعه حال کرده باشن. این هم از دومین قسمت از برنامه جویستیک. خیلی ممنون که تا آخر برنامه همراه ما بودید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بذارید. تا هفته دیگه براتون کل تایم گیمی خوب آرزو میکنم. خدا نگهدار.